میوه عجیب نام کنسرتی بود که گروه نیمه ها چند وقت پیش در منطقه ریچموند هیل تورنتو برگزار کرد و با استقبال خوب طرفدارانش روبرو شد. اسم کنسرت ما به این علت میوه عجیب انتخاب کردیم که چون محصولی که ارائه دادیم یک همکاری بود از با هنرمندای دیگه تورنتو. نیمه ها متشکل از بهنام جهانبگلو، ارشیا بصیری و بهروز جهانبگلو در سال 2009 تشکیل شد و اولین آلبومش به نام کوک رو به بازار موسیقی عرضه کرد. بهنام جهانبگلو خواننده، نوازنده و آهنگساز و همینطور سرپرست و پایه‌گذار گروه نیمه ها در سال 2004 به همراه خانواده و البته عضو دیگر گروه یعنی برادر کوچکش بهروز به کانادا مهاجرت کرد. بهنام از برگزاری کنسرت میوه عجیب بسیار راضی بود. در حال این مجموعه یک کار گروهی بودش که بین بچه های تورنتو توی سبکای مختلف و توی استایل های مختلف انجام شده بود و به صورت کار گروهی بودش در واقع، و ما که خودمون خیلی خوشحالیم. حالا باید از تماشاچی های اون برنامه بپرسیم. در واقع صدای توست که قلبمو از جا میکنه، شب تو برای بوسهای من نفس نفس میزنه. اما کار گروهی زیاد هم آسان نیست چون هر کس ساز خودش رو میزنه. کار سختی هست به لحاظ اینکه شما باید خیلی صبر و تحملتون زیاد باشه، ولی در عین حال خیلی کار شیرینیه، برای اینکه خیلی چیزها رو از بقیه یاد میگیرین. و به اضافه اینکه من فکر میکنم حاصل یک کار گروهی و چند تا فکر خیلی بیشتر موفق میشه تا یک فکر. با حرف همدیگر خیلی راحت میتونیم قانع کنیم و اصلا فکر میکنم برای همینه که با هم تا حالا تونستیم بمونیم. چون توی گروه موقعی که کار به دعوا بکشه، کار در واقع یه مسئله احساسیه دیگه. میدونین چی میگم؟ شما واقعا باید احساسی با همدیگه همدیگر متوجه بشین که بتونین با هم دیگه به این روی استیج مثلا ساعت ها تمرین کنین. اغلب ملودی ها رو من می نویسم، ولی شعرها رو من و بهروز با هم می نویسیم. تنظیم ها رو هم که کل گروه با هم انجام می دیم. سه تموم دل های شکسته از این دست های پیل بسته، نامه ای تقیم به تو خدای تنها، تا بدونی داره چی میاد سر ما. بهروز از کودکی عاشق خواندن بود و به کلاس های آواز میرفت. شما بگم هنوز صدا مثلا آماده نبود برای اینکه بخوام آهنگی رو اجرا کنم و اینا، یه سری کلاس های آواز میرفتم و تنها موقعی هم بود که همچین کلاس هایی میرفتم. از اونجا متوجه شدم که کاری که من میتونم انجام بدم علاقم رو در حقیقت درونش پیدا کردم. اما رابرت خواننده کانادایی هم روی صحنه آمد و با گروه نیمه ها کاری از بیتل ها رو اجرا کردن. اون نگاهی که من دارم و هدف نهاییم اینه که ما بتونیم کارمون رو در سطح جهانی مطرح کنیم، نه فقط موزیک ایرانی. اون حرفهایی که داریم یا اون تأثیراتی که میخوایم بذاریم رو موزیک، حالا چه موزیک ایرانی چه سبکای دیگه، بتونیم این کار رو انجام بدیم.
کسانی که برای دیدن این کنسرت به سالن اومدند کلی غافلگیر شدند، چون گروه نیمه ها از هنرمندان دیگر هم دعوت کرد تا برای صحنه بیان، مثلا گروه دایره، سای سکای، رپر و هنرمندان دیگری از تورنتو. خود ما ترجیح میدیم زبون زمان خال خودمون تو این شهری که داریم حالا زندگی میکنیم و مشکلات خودمون باشیم، اگرچه خیلی هم اهمیت میدیم به اتفاقاتی که توی ایران میفته، دنبال میکنیم و به حال پشتش بودیم همیشه. شب من پر از صدای توست که قلبمو از جا میکنه. دیدگاه من برای گروه نیمه ها اینه که به سطح‌های خیلی بالاتر برسیم و بتونیم سبک خودمونا و اون چیزی که سلیقه خودمون هست و مردم دوست دارن و ارائه بدیم یه کار خیلی خوب و حرفه‌ای. این فقط تماشاگران نبودن که اون شب قافلگیر شدن. گروه نیمه ها از دکتر مرادی نماینده کارمون کنند و لوحه افتخاری دریافت کردند. با اجازه شما دوستان عزیز این تقدیم‌نامه رو من تقدیم می‌کنم به بهنام جان، عشیه جان و همینطور بهروز جان از طرف همه اعضای گروهی که اینجا تشریف دارن. خیلی متشکرم از لطفتون.